چند سال پیش به طرز شوخی میگفتیم که هی رفیق فکر کن دستکش کیل مسیج بیاد و بعدش هم میخندید. ولی بالاخره اسکین دستکش قرار به بازی اضافه بشه. همچنین ستای میتیک فورج بعدی توسط پابجی موبایل به صورت رسمی تایید شد. سلام بچه‌ها، چطورید؟ امروز قراره فول کریت یخی آپدیت بعدی رو با هم دیگه بررسی کنیم که اسکارل و یوزی یخی هم عرضه میشه و اینکه ویژگی و ایونت ونوم هم به زودی به بازی اضافه میشه و ما توی همه مپ ها ویژگی ونوم رو خواهیم داشت. جوایز اصلی کاپ ها و میتیک فورج بعدی هم منتشر شده که با هم دیگه تماشا میکنیم و مثل همیشه کامنت انگلیسی فراموش نشه. مرسی از کامنتاتون و بریم سراغ ویدیو. خب بچه‌ها، ویدیو رو با موضوع کریت یخی شروع کنیم. اول از همه بهتون بگم که آپدیت بعدی تم زمستونی داره که توی ویدیوهای قبلی در موردش توضیح دادم و گیم پلی که دارید مشاهده میکنید از مود بعدیه، مود زمستونی که کاملا یخیه و به نظرم یه فرصت مناسبه تا بازی بتونه دوباره آیتم‌های یخی رو به بازی اضافه کنه. قبل از اینکه بریم سراغ کریت یخی در مورد مود یه سری توضیحات بهتون بدم. اول اینکه من توی گوشی اندرویدی پابجی بتا رو نصب کردم و خلاصه به صورت کامل این مود رو بازی کردم و اگه نمیدونستید پابجی بتا فقط برای گوشی‌های اندرویدی میاد، برای iOS واقعا پیدا کردنش سخته و به خاطر همین به صورت خیلی کامل مود رو نتونستم براتون بررسی کنم. ولی از چیزی که خودم بازی کردم میتونم بهتون بگم که فوق‌العاده بی‌نظیر این مود، ویژگی‌های جالبی داره که در حین بازی میتونه بهتون کمک کنه. خب حالا بریم سراغ کریت یخی. این تصویری که میبینید یه تصویر فاش شده از آیتمای کریت یخیه و داخل تصویر نمیشه که اسکینو به صورت واضح تماشا کرد، ولی میشه فهمید که یوزی و اسکارل یخی قرار که برای اولین بار عرضه بشه. از اونجایی که خود پابجی میدونه آیتمای یخی محبوبیت زیادی داره، اسکارل و یوزی یخی هم اضافه کرده و یه سری تصاویر از اسکارل و یوزی یخی بیرون اومده که گفته شده به این شکل و عکس یه هلمت یخی منتشر شده که مربوط به کریت اسکارل یخی میشه و پیشبینی شده که یه همچین هلمت یخی به بازی اضافه میشه. حالا بریم سراغ این که اسکارل یخی چطوری وارد بازی میشه. بچه توی اولتیمیت بعدی که تاریخ انتشارش رو توی کانال تلگرام براتون میذارم قرار که اضافه بشه و اگه روی این پوستر اولتیمیت دقت کنید شما اسکارل یخی رو میبینید. یکم این تصویر رو براتون زوم میکنم و خود ست اولتیمیت هم یه مدل موی فوق‌العاده بلندی داره و حالا نظرم در مورد کریت یخی که بهتون میگفتم اینه، احتمال خیلی زیاد داخل اولتیمیت اسکینای یخی قدیمی هم اضافه میشه. یعنی همطور که روی تصویر تماشا میکنید احتمال اینکه یه همچین موضوعی اتفاق بیفته خیلی زیاده، چون آخرین آیتم یخی که به بازی اضافه شد UMP بود و UMP هم دقیقاً به این شکل اومد که شما با استفاده از جم های خود اولتیمیت میتونستید که M4 یخی و AKM یخی رو خریداری کنید. و اینکه اسکارل یخی آیا به این صورت میاد یا نه میتونم بگم که شانسش فوق العاده زیاده. و اینم بود از موضوع فول کریت یخی و حالا بریم سراغ میتیک فورج بعدی. بچه جوایز میتیک فورج بعدی ست ها، البته ست های میتیک فورج بعدی به صورت رسمی تایید شد. توی ویدیوی دیروزم که بهتون نشون دادم یه سری جوایز احتمالی رو نشون دادم که گفتم شانس اینکه بیاد زیاده، ولی خب واقعا هیچ کدومش نیومد و این سه ستی که دارید میبینید واقعا خیلی غیر قابل انتظار بود و من میتیک فورج بعدی رو توی کانال تلگرام گذاشتم و از روی ریاکشن ها میشه فهمید که خیلیاتون خوشتون نیومده بود و شخصا میگم ست جالبی نیورده. ست اولی که تایم وویجره و ست دوم گاردین آف ده نورث به این شکل. What the fuck؟ چشام یه لحظه اشتباهی دید. خب بگذاریم بریم سراغ ست بعدی، چارمینگ ریندیر. از بین این ست تا ست به نظرم بهترینش همینه، اگه بخوام بگیرم این یکی رو میگیرم. و در مورد اسلحه های میتیک فورج بعدی بگم که هنوز تایید نشده به صورت رسمی، ولی اگه بخوای احتمالی در موردش صحبت کنیم AKM تایگر اضافه بشه، M249 هم احتمال داره اضافه بشه و کلن تا روزهای آینده خبر رسمیش منتشر میشه و من بهتون اطلاع میدم. و حالا خیلی سریع جوایز کاپ های سیزن بعدی رو تماشا کنیم. توی کاپ گولد بهتون ست میده به این صورت سر تا پا و توی کاپ پلاتینیوم عینک رو داریم. کاپ دایموند اسکین اسلحه MG3 به رنگ سفید
کاپ ایس ماسکو داریم، کاپ ایس مستر کلاهگیس یا مدل مو و کاپ ایس دومیناتور و قابعکس کاپ کانکور. و در آخر از قسمت شاپ میتونید که چت رو خریداری کنید. و حالا بریم سراغ ویژگی ونوم. بچه‌ها ویژگی ونوم امروز 18 اکتبر وارد بازی شد و دقیقا توی 4 مپی که گفته بودن وجود داره: لیویک، ارنگل، میرامار و سنهو. خب داخل مپ لیویک بریم تا توضیحاتو بهتون بدم. بچه‌ها اگه توی منطقه میدستین بیاید روبروتون فکر کنم توی ریکال میشه. من لیویک زیاد بازی نمی‌کنم و فکر میکنم هینی که دارید فرود میایید از فاصله 800 متری هم بهتون نشون میده. یه لوتس بزنیم و بعدش هم بریم روبرو. فکر کنم 2 نفر رفت. خب اولی، خب ایزی. و حالا میرسیم به بخش ونوم. در حال حاضر شما توی منطقه‌ای هستید که ونوم میتونید دریافت کنید. داخل این جعبه باس شده 100% یکشون لوت کرده. خب پیدا کردیم بلک سیمبایوت آرم. حالا که اینو گرفتیم میتونیم که مثل مرد عنکبوتی تار بندازیم. البته یکم متفاوته و یه ویژگی دیگه هم که داره اینه که شما میتونید خودتون رو پرتاب کنید. به این صورت چقدرم رفت بالا. توی ارنگل واقعا به درد میخوره. مثلا اگه اسکواد راش داد راحت میتونید مکانتون رو تغییر بدید. و سوار اسب ونوم بشیم. مکسیموم سرعتش 90 کیلومتره و یه سری ویژگی ها داره از پرتاب کردن نیزه، حمله کردن و پریدن. امتحانش کنیم. خب ویژگی پرتاب کردن که بیکار نمیاد. حمله کردنش هم بریم ببینیم. این چرا اینطوریه؟ الان داره دمیج میبینه یا فقط ملق میزنه؟ فکر نمی کنم دمیج ببینه. در کل بهترین ویژگی ونوم اینه که شما تار بزنید. و البته یه ویژگی جالب دیگه ای که داره اینه که اسبش به صورت خودکار از روی مانه ها میپره یا چپ و راست میره، یعنی به مانه نمیخوره، یعنی سیستم تشخیص داره. دقت کنید من روی جامپ و پریدن نمیزنم، خودش میپره و خودش هم چپ و راست میره. اگه قرار باشه به مانه برخورد کنید خودش چپ و راست حرکت میکنه. و اینم بود از ویژگی ونوم. و ویژگی بعدی مربوط به عوض کردن لاستیک ماشینه. توی آپدیت نسخه 3.6 شما میتونید لاستیک ماشینی که پنچر شده یا ترکیده رو عوض کنید. به زبان ساده زاپاس اومده. اگه بتونیم زاپاس رو حمل کنیم هم خیلی خوبه. و تغییر عجیب بعدی هم که اول ویدیو در موردش صحبت کردم در مورد اضافه شدن دستکش به بازیه. از سیزن بعدی قرار شده که دستکش به اینونتوری اضافه بشه و از این به بعد اسکینای دستکش هم ما خواهیم داشت. فقط سوالی که برام پیش میاد اینه که آیا قراره که اسکین دستکش کیلمسیش هم اضافه بشه یا نه؟ به نظر من که بله اضافه میشه، چون مشت کردن انمی خیلی یه چیز رایجه و داشتن دستکش کیلمسیش غیر ممکن نیست. و دوستتون دارم. اینم بود از ویدیو امروز. تا ویدیوی بعدی مراقب خودتون باشید. بدرود.